که گفته است من آخرین بازمانده فرزانگان زمینم، من آن غول زیبایم که در استوای شب ایستاده است. او همان غول زیبا بود، احمد شاملو. این بامداد خسته رو ببینید. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته ای آپارات. احمد شاملو شاعر، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و یکی از قله‌های شعر و ادبیات معاصر ایران به شمار میاد. با مجموعه رشک‌انگیز و تکرار نشدنی از شعر، نوشته و صدا. با این همه به گفته خودش او الف بامداد بود. شهروندی با اندام و هوش متوسط. برای دهه ها احمد شاملو در متن و مرکز فعالیت های فرهنگی و ادبی بوده و نگرش و شیوه برخوردش با موضوعات مختلف همواره شیفتگان و در عین حال منتقدان بسیاری رو داشته، اما تنها یکی دو فیلم درباره او ساخته شده. این هفته فیلم این بامداد خسته رو میبینیم. این فیلم که به مرور و در طول 17 سال ساخته شده، کاری هست از فرشاد فداییان. آقای فداییان یکی از چهره‌های متمایز و شاخص در مسلسازی ایران هست که به فرم بیانی خاص خودش و در واقع به امضای خودش در پای آثارش رسیده. فیلمسازی که در عرصه عمومی حضور چندانی نداره و آرام و بی سر و صدا نزدیک به 3 دهه هست که در ایران فیلم می‌سازه. از مستندهای سنتی و سفارشی گرفته تا مستندهای شخصی و ویدیو آرت. آقای فداییان متولد سال 1326، فلسفه خونده، عکاسی کرده و شعر و موسیقی رو خیلی خوب میشناسه. ورودش به سینما عرصه مستندسازی با ساخت فیلم‌های مستند صنعتی بوده و از سال‌های پایانی دهه 60 هم شروع کرده به مستندسازی و کارنامه پربار از مستندهایی درباره زندگی در نقاط مختلف ایران داره. فیلم برنامه این هفته در فاصله چند دیدار با احمد شاملو فیلم برداری شده و بسیار منحصر به فرد هست. برای صحبت در مورد این فیلم و جنبه‌های مختلف کار احمد شاملو از چند میهمان دعوت کردیم که همراه ما باشن. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که نزدیک به احمد شاملو بوده و گفتگوهای زیادی رو با او داشته، همراه ما هست از آلمان برای صحبت در مورد احمد شاملو و همینطور این فیلم. و فرید اسماعیل پور، پژوهشگر سینمایی و مستندساز، هم از پاریس به همراه امید شمس، پژوهشگر مطالعات فرهنگی و شاعر از لندن، هانیه بختیار، تحصیل کرده ادبیات فرانسه و از نسل خیلی جدیدتر شاعران از واشنگتن، و شبنم اسماعیلی، دانش آموخته ادبیات تطبیقی از آلمان، در ادامه برنامه همراه ما خواهند بود. اما اول فیلم این بامداد خسته رو ببینیم، ساخته فرشاد فداییان. یادآوری میکنم که سکانس پایانی این فیلم برای کودکان اصلا مناسب نیست. ببینیم فیلم رو.
بامداد بود، نخستین و آخرین. به قول خودش شرف کیهان و خسته از باخیش جنگیدن. این بامداد خسته رو دیدیم ساخته فرشاد فداییان. درباره احمد شاملو، فیلم تلاشی هست برای ثبت لحظاتی از زندگی یه شاعر. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که نزدیک به احمد شاملو بوده و باش گفتگوهای زیادی رو هم انجام داده، برای صحبت در مورد این فیلم و احمد شاملو همراه ما هست. و همینطور فرید اسماعیل پور، پژوهشگر سینمایی و مستندساز از پاریس، امید شمس، پژوهشگر ادبی و شاعر از لندن، هانیه بختیار، تاثیرکرده ادبیات فرانسه و از نسل خیلی جدیدتر شاعران از واشنگتن، و همینطور شبنم اسماعیلی، دانش آموخته ادبیات تطبیقی در آلمان، در ادامه برنامه همراه ما خواهند بود تا درباره فیلم و اهمیت احمد شاملو بیشتر باشون صحبت کنیم. خب اول درباره فیلم و ارزش‌هاش صحبت می‌کنیم و بعد می‌پردازیم به شاملو از نگاه‌های مختلف. گفتگو رو با شما شروع می‌کنیم آقای سرکوهی. با توجه به شناخت و آشنایی شما با احمد شاملو، فیلم براتون چطور بود؟ ضیافتی بود برای من، انگار من رو به یه مهمونی دعوت کرده بودید، مهمونی خاطرات. خب برای شخص من با اون همه سالها که ما با شاملو بودیم، از او آموختیم، رابطه داشتیم و بعد اون خونه که من میرفتم میوردم شهر برش میگردندم میبینم تو اون خونه، به هر حال چیزایی که تو این فیلم هست طبیعتاً یادآور خیلی چیزها برای منه، یادآور یکی از بهترین بخش‌های زندگی منه. اما این فیلم فکر میکنم فقط برای من نیست، همه این فیلم برای مخاطب عام ساخته شده. میدونیم که شاملو حالا علاوه بر اینکه یکی از بزرگترین شاعران، یکی از بزرگترین به اصطلاح سردبیران روزنامه‌های فرهنگی، نمیدونم کتاب کوچه، همه ابعاد گوناگون شاملو که در اکثرش موفق بود و در قله جا داشت بگیریم، در این حال نماد روشن فکری مستقل ایران بود در چند دهه و شعر او دایره نفوذ و تأثیر او از میان از کتابخانان گذشته بود، به تودای بلایای دیگه جامعه منتقل شده بود. اما شاملو یه خصوصیتی هم داشت که در اینان یکی از محبوب ترین چهره های فرهنگی و روشنفکری ایران بود و این محبوبیت هم به خاطر شعرش بود، به خاطر کارنامش بود، به خاطر استقلالش بود، به خاطر نهگوییش بود، ایستادن در مقابل قدرت بود، خیلی عوامل مختلف جمع شده بود با هم دیگه، به خاطر نوع فعالیت‌هاش بود، از نوار پر شعر خواندن در نوار بگیریم، اون مدرن بودن شاملو، راه پیدا کردن، از سانسور گذشتن و همه اینها برای شاملو به یک آدم بسیار محبوبی بدل کرده بود. و طبیعتاً فیلمی که شاملو در او هست یعنی یکی از محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران برای همه جذاب خواهد بود. اما خارج از اون ضیافتی که ما بهش دعوت شده بودیم، با توجه به نگاه منقدانه شما، ما با چه جور فیلمی روبرو هستیم؟ فیلم رو شاید بشه به چند بخش تقسیم کرد. وزن شعرخوانی در گفتگو بر فیلم زیاده، وزن مستند کم، ای کاش میتونست وزن مستند رو هم بسیار متعادل بکنه. البته دو تا شعرخوانی دیگه هم در اینجا هست، شعرخوانی آیدا که خب و شعرخوانی سیروس پسر شاملو که خب میدونیم تئاتر خونده بود، خیلی خوب میتونه شعر رو اجرا بکنه، اما اینجا بسیار میتونیم بگیم که به جای اینکه ما یکی از ابعاد زندگی شاملو وارد میشد کار کردن کسی، رابطه پرتنشش با بچه ها نمیبینیم، فقط یک شعرخوانی میبینیم، در فیلم به اصطلاح نمیچسبه. حالا یه بخشش هم گفتگوهاییست که با شاملو کرده. خب گفتگو با شاملو باید زیاد داره، گفتگو با شاملو، اما تصویری ما نداریم یا کم داریم. در این گفتگوها خب بازم جذاب هست چون شاملو هست، یعنی جایی که شاملو هست به هر حال جذابیت هست. و اما سوال‌ها، بخشش سوال‌های مثلا کلی هست، مثل اینکه تصویر شما در جهان چجونه هست، اینها خب طبیعتاً اینم یه جواب‌های کلی داره. و بعد بخش مهمی از گفتگوها راجع به ترجمه‌های شاملو هست که ترجمه شاملو می‌دونیم بخش بود اصلی زندگی اون نیست، اما یکی دو سه تا سوال خوب هستش که نزدیک میشه به زندگی شاملو. این در مورد گفتگوها، در مورد شعر هم گفتیم. حالا یه بخش‌هایی از فیلم اما هستش که نزدیک میشه به تعریف فیلم مستند و بسیار خوب هم تعریف میشه. این هم بگم که عکس‌های بسیار خوبی در این فیلم هست، یعنی خیلی عکاسی خوب، عکس‌ها رو وقتی نشون میده عکاس بسیار محشری است، فیلم برداریش بسیار خوب هست. اما اون بخش‌هایی که نزدیک میشه به فیلم مستند و ای کاش بیشتر این بخش‌ها بود، مثلا ما می‌بینیم مثلا اونجاییه که به اصطلاح
شاملو رو به زندگی شاملو است. البته دوربین متاسفانه یا شاید به یک دلالی بست است، ما خونه رو نمیبینیم، ما فقط اتاق کار شاملو رو میبینیم. این هم باز یک بعدی از شاملو است. شاملو یک ماشین کار بود. توجه بکنید که این آدم کتاب جمعه، کتاب هفته، خوشه رو سردبیری کرده و بهترین سردبیر مجلات فرهنگی در طول تاریخ ایران بوده و بعد همه مطالب رو میخونده، هر هفته 200-300 صفحه میخونده، تصحیح میکرده، ویراستاری میکرده و این یک و بعد در اینا شعرش هم میگفته، در اینا ترجمه هم میکرده، در اینا نمیدونم نوار هم پر میکرده. این که ما فقط چون رو در حال کار میبینیم البته شاید این جنبه رو نشون میده، اما در این حال آدم، حالا من نه، من خوننده بیننده عادی، این توقع رو داره که فضای زندگی شاملو رو ببینه، تمامی خونه رو ببینه، اون حیات رو ببینه، اون درختی که مثلا نشون میده شاملو هم بزشتشون درخت رو، مثلا این ارتباط اینها رو ببینه. ما شاملو رو در فضا نمیبینیم، شاملو رو فقط موقع کار کردن رو میبینیم. البته بعضی خصوصیات نشون میده، مثلا اونجایی که شاملو با دقت داره غلط گیری میکنه، کسره اضافه میذاره، اینا این واقعا شاملوه، یعنی واقعا با وجدان کامل به جزئیات به ویرگولگذاری هم توجه میکرد. اینا رو ما تو فیلم یکی دو جا خوب میبینیم، اما در این حال یه بعد دیگه از شخصیتش هم این شوخ طبعیش بود و این مثلا خب ما در فیلم فقط یه جا یک چیز کوچولو میبینیم از این، البته خب بخش از فیلم موقع بعد از عمل هست که شاید این کمتر بوده. فیلمساز در آغاز فیلمش گلایه میکنه که میخواسته فیلم رو به شکل دیگه‌ای بسازه، ولی خب خانم آیدا سرکسیان همسر آقای شاملو تمایلی به مطرح شدن نداشته و اصولا دوست داره که در سایه باقی بمونه. میدونیم که آیدا برها نقش مهمی در زندگی آقای شاملو داشته. آقای شاملو کتابی رو به نام ایشون کرده، در واقع با عنوان ایشون هست نام کتاب، آیدا خنجر و خاطره، شعرهایی رو به او تقدیم کرده و در این فیلم هم در بخشهایی شاهد رابطه این دو نفر هستیم. فیلم در این زمینه چی به ما میده آقای سرکوهی؟ ببینید فیلمساز در آغاز فیلم یه توضیحاتی میده که اکثرش هم اضافه هست، یکیش هم این هستش که قصد این بوده است که به اصطلاح این فیلم درباره آیدا باشه و رابطه آیدا با شاملو و بعد این رخ نداده، این به ما مربوط نیست. به همین دلیل هم فیلم اگر نگاه بکنیم ترکیبی هست از سه بخش، شعرخوانی، گفتگو که اینا فیلم مستند نیست، بخش هایی که مستند، زندگی رو نشون میده، اندیشه رو نشون میده که فیلم مستند است، یعنی ما نزدیک میشیم که شاملو بشناسیم. حالا آیدا و شاملو خب طبیعتاً هم موضوع خیلی افسانه است و به خصوص این یه تصویر سانتیمانتال فلان هم یه دی ارائه دادن و اینا که حضرت بروی شاملو نبود. خب اما یک رابطه آیدا و شاملو یک رابطه چند بعدی بود، یک رابطه واقعا ساده ای نبود. حالا به اون تصویری که تو شعر میده شاملو از آیدا در واقع آیدا نیست، تصویر عشق حماسی هست که البته الهامش یا درون مایش آیدا هست، یعنی عشق جسمانی عاطفی که به حماسه برکشیده شده. اما حالا به خود رابطه زندگی ببینیم، یک رابطه خیلی پیچیده و چند بعدی بود. یکی از ابعادش رو و فقط یکی از ابعادش رو فیلم نشون میده، اون آیدایی که همیشه با نگاه مشتاق و عاشقانه به شما رو نگاه میکنه، آیدایی که مثل یک مادر از عشقش محافظت میکنه. مثلا این صحنه که شاملو میگه این پیچه اینکش میفته، میگه که این کار آیداست که پیچه سفت بکنه، این آره این شاملوه، یعنی این رابطه شاملو آیداست. یا مثلا آیدا چایی میاره برای شاملو و بعد میره پایین، این البته خب با اون نقش خیلی چیز دور نیست ولی این کار میکرد آیدا، آره. خب یا مثلا اون جایی که شاملو میره توالت میبره و بعد بیرون موهاشو شونه میکنه، مرتبش میکنه، اینها در واقع اون یه بعدی از رابطه بود که یک زنی عاشقانه اما مادرانه از این گلی که فکر میکرد زیباترین گل دنیاست مراقبت میکرد و خودش هم میگفت اینو. بنابراین این بعد رو نشون داده بدون اینکه به ابتذال سانتیمانتالیزم و رومانتیسیزمی که بعداً ساخته شد غرق بشه، این بخش خوب فیلم است. البته کم هست، اما خب ما این بخش رو میبینیم و این بخش اتفاقا مستند هست، یعنی به فیلم مستند نزدیک میشه. رابطه های ریزی که نشون میده گاهی بسیار هوشیارانه انتخاب کرده
که مثلا نشون میده رابطه این دو نفر رو، اینو خوب نشون داده، یعنی بعدی از رابطه، همه بعد نیست. و در این حال من اینو بگم، مشکل هر کسی که با شاملو کار میکرد، فیلم بردار یا مصاحبه‌گر حتی، این بود که شاملو یک کاریسمایی داشت در حضور که افراد رو جذب میکرد و فاصله گرفتن هم کار سختی واسه شما با شاملو طرف. خب خیلی ممنون، متشکرم از فرج سرکوهی. بریم سراغ جنبه های سینمایی این فیلم. فرید اسماعیل پور همراه ما هست، پژوهشگر سینمایی و همطور مستندساز. آقای اسماعیل پور، از نظر شما این فیلم که به هر حال فیلمی است درباره احمد شاملو و فیلمساز میگه که اون فیلمی نبوده که به دنبال ساختش بوده، چجور فیلمیه؟ بیننده الان با چگونه فیلمی روبرو هست در مورد احمد شاملو؟ بذارین پیش از اینکه درباره چگونگی این فیلم صحبت کنم، یک اشاره کوتاه به اون کپشن ابتدایی فیلم بکنم. در واقع اون کپشن ابتدایی فیلم به نظر من دو وجه داره. وجه اول اینکه یک قرارداد بین فیلمساز و مخاطبش درباره فیلمی که وجود نداره و اشاره به یک فقدانه، و این خیلی جالبه وقتی با این مسئله مواجه میشیم که خود فیلم هم درباره موضوع و شخصیتی که اکنون نیست، گویی فیلم هم درباره فقدانه. وجه دوم خود این مسئله و اون کپشن، مسئله فاصله گذاریه. یعنی از اولین پلان فیلم، از اولین لحظات و دقایق فیلم، فیلمساز این فاصله گذاری رو با مخاطبش قائل میشه که به او بگه بالاخره شما دارید یک فیلم میبینید. این نکته جالبیه. با همه اینها این فیلم دقیقاً فیلمی از فرشاد فدائیانه، به خاطر اینکه ما وقتی که اولین پلان‌های فیلمو می‌بینیم، اولین پلان‌ها با تصاویر رنگی خانه موزه شاملو بامداد شروع میشه و بعد وقتی که ما وارد فیلم فدائیان میشیم، وارد روایت او از حضورش در کنار شاملو میشیم، تصاویر سیاه و سفید میشن و این مسئله تا آخر فیلم بغیر از استثنایی در لحظاتی که شاعر شاملو داره شعرش رو میخونه و نقاشی ها دیده میشن به شکل رنگی، ما این قاعده رو داریم. این تمام فیلم سیاه‌سفید الا ابتدا و انتهای فیلم. خود این دخالت، خود این تغییر در واقعیت، تبدیل واقعیت رنگی به تصاویر سیاه‌سفید، نشان از حضور و امضای فیلمساز و فرشاد فدائیان توی فیلم داره. مهمترین مسئله فیلم در کنار مسئله که عرض شد، فیلم برداری و نورپردازی درخشان اثره. یعنی فیلم برداری که باعث شده ما با دقت بیشتر آن چیزهایی که لازم هست رو در یک خونه شاعر ببینیم. یعنی شروع کرده به حذف عناصر زائد با نورپردازی. به نظر من نکته خیلی جالب و درخشانی تو فیلم هست و نمیشه ازش چشم پوشید. من فکر میکنم این فیلم یک پورتره است، یک پورتره درخشان و واقعا بی نظیره. فکر نمیکنم تا امروز ما تصویری با این کمال و جامعیت از احمد شاملو دیده باشیم، با این گستردگی و دقت. یک فیلم مستند پیش از هر چیز و بیش از هر چیز یک سنده و سندیت تاریخی این اثر به نظر من خیلی اهمیت داره و برای آیندگان خواهد موند. اسماعیل پور، به نظرتون فیلمساز فرشاد فدائیان در این فیلم با چه روی کردی سراغ سوژه‌اش رفته و باهاش مواجه شده؟ روی کرد مواجه فیلمساز با واقعیت و موضوع شخصیتش تو این اثر، اگر نگاهی به کارنامه سینمایش بندازیم خیلی جالبه، به خاطر اینکه اون چیزی که ما از کارنامه سینمایی فرشاد فدائیان میشناسیم مشاهدگری صرف و تداخل حداقلی در واقعیتی که جلوی روش اتفاق میفته. واقعیتش اینه که در این اثر ما مشخصا نمیتونیم بگیم اتفاق افتاده، چون به این میزانی این تداخل اتفاق افتاده، اما نمیشه گفت این کاری که فدائیان در اثرش کرده و تکنیک ها و تمهیداتی که استفاده کرده در مواجهه با واقعیت مداخله‌گریه از لحاظ مستندسازی. من فکر میکنم روی کرده او در این اثر شاید چیزی شبیه مشاهدگری فعال باشه و فکر میکنم این شاید تعریفی باشه که بشه به روی کرده او داد. خب این روی کردی که شما میگید البته در یک بازه زمانی طولانی به کار گرفته شده
و فیلم در طول چندین سال چندین نوبت فیلم برداری شده، در این حال فیلم خیلی طولانی هم از حدود 2 ساعت. توی فیلم ما با یک روایت خطی روبرو هستیم که این زمان رو به ما یادآوری میکنه، اما زمان در این حال یه کاربرد دیگه ای هم توی فیلم داره. درباره کاربرد زمان به لحاظ سینمایی توی این فیلم شما برامون میگید؟ ببینید، انتخابی که فدایان کرده و اینکه کرونولوژی و این ترتیب مشخص تاریخی به نظر من خیلی منطقی و درست بوده برای که اون خواسته نشون بده چه اتفاقی داره در طی زمان میفته برای فیلمش و برای احمد شاملو. ولی مسئله زمان توی این فیلم شاید کمی پیچیده‌تر باشه. من فکر می‌کنم از 3 منظر میشه مسئله زمان در این فیلم اشاره کرد. اول زمان اثره، بعد اثر زمان، و در نهایت زمان تولید. درباره زمان اثر، کاری که فدایان در مونتاژ کرده باعث شده که گاهی زمان عاطفی و زمان نمایشی بین خطوط و مرز میانشون محو بشه. مثلا وقتی که شاملو سیگار میکشه یا کاری با کامپیوترش میکنه، با مونتاژی که کرده یا با صدایی که روی تصویر گذاشته باعث شده که زمان سیگار کشیدن یا اون عملی که انجام میده شاملو بیشتر از اون زمانی باشه در واقعیت اتفاق میفته. با اون میخواسته بین زمان نمایشی و زمان عاطفی در فیلمش یک ارتباط ایجاد کنه و موفق هم بوده، دراماتیزه کرده فضا و سنشون. منظر دیگری که میشه درباره زمان در این فیلم صحبت کرد مسئله اثر زمانه. ببینید، طی دیدارهایی که فیلمساز و گروه فیلمسازی با احمد شاملو دارن، او تغییر میکنه بنا به بیماری، بنا به کهولت، او تغییر میکنه و حتی یک پاشو از دست میده. یعنی اینها اثر اون زمان واقعی هستن که بیرون و شاید بهتر گفت فرای فیلم داره اتفاق میفته، و نهایتا زمان تولید فیلم. شاید فیلم های معدودی از فدایان چنین طولانی باشن. اون چیزی که ما از سینمای او بیشتر میشناسیم یه مینیمالیزمیه که هم در بیان و هم در زمان فدایان طی سالها بهش رسیده، ولی در این فیلم ما با شکل و شق دیگری از سینمای فدایان مواجهیم. شیوه های متنوعی رو در ساختن فیلمش به کار گرفته. در بخشی از اون ما زندگی شاعر رو میبینیم، مشاهده میکنیم اتفاقات زندگی روزمره او رو، یه بخشی شعر خوندن های این شاعر هست، و یه قسمت دیگه تلاش گروه فیلمسازی برای ساختن فیلمی در ارتباط با یک شاعر، و همینطور بخشی دیگه قسمتی از عکس‌ها، پورتره‌های شاملو، و بعد هم پیکره شاملو در حقیقت در سکانس پایانی، عکس‌هایی از پیکره او، و بخشی هم میان نویس‌ها. با همه اینها آیا فکر می‌کنید که فیلم، چیزی که ما داریم تماشاش می‌کنیم، لحنی یک دست رو داره؟ من فکر میکنم تا حد زیادی این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه همونطور که شما میگین این تنوع زیادیه و شاید ما عادت نداشته باشیم حداقل در فیلم‌های مستندی که از این فیلمساز شناختیم این تنوع. ولی واقعیتش من فکر میکنم اون کلمه یا اون رمز جادویی که باعث شده این یک دستی برخلاف این تنوع و این گستردگی تم‌ها و مضامین ایجاد بشه، مسئله بجایی استفاده از این ابزارها تمهید هاست. به خاطر این من فکر میکنم موفق بوده فیلمساز تو زمینه. اما میشه یه نگاه دیگه هم داشت، از سمت دیگه نگاه کرد، مثلا اون شیوه بکارگیری میان نویس‌ها توی فیلم که گاهی یک پرسش هست، گاهی پرسش نیست، گاهی اطلاعات میده به ما و بخشیش ما پرسشگر رو در داخل فیلم میبینیم، یا مثلا قسمتی که روی شعرخوانی‌ها از نقاشی استفاده میشه، نقاشی‌هایی که حالا بکارگیریشون دسته که من دلیلی برای استفاده از اون نقاشی ها پیدا نکردم، یا مثلا حضور یک شخصیتی که میاد شعرخونی میکنه به صورت تئاتریکال نمایشی و ما اصلا نمیدونیم کی هست، ناگهان در اون وسط ظاهر میشه و بعد دیگه نمیبینیمش. البته اطلاعات ضمنی و غیر فیلمی ما میگه که خب این پسر آقای شاملو هست، سیروس شاملو، ولی فیلم هیچ چیزی رو به ما در این زمینه نمیگه. فکر میکنید که آیا با وجود همه اینها ما میتونیم در واقع شاهد این حس یک دستی که شما میگید باشیم؟ برای من میان نویسا و مشخصا اون شبه فیلم در فیلمی که وجود داره
که خود فدایان و گروهش میان و مخصوصا از پارت دوم فیلم، یعنی دقیقا از یک ساعت دوم فیلم که پای شاملو قطع شده، من فکر میکنم بیشتر کارکرد فاصله گذارانه دارن، یعنی از اون منظر شاید بشه بهشون بهتر نگاه کرد و اینکه یک ریتمی رو همینطور ایجاد کردن توی مونتاژ برای اینکه شاید جاهایی صدا و سوال خود فداییان هست شده باشه یا کسی دیگری که سوال کرده از شاملو، ولی در نهایت من فکر می‌کنم یک دستی قابل قبولی در برخلاف این تنوع استفاده از تمهیدهای مختلف در فیلم وجود داره. و بریم سراغ اون سکانس پایانی، سکانس مرگ، که فیلمساز تصمیم می‌گیره نشون دادن مرگ شاعر رو از طریق بکارگیری تیرگی و عکس هایی از پیکره احمد شاملو همراه کنه، عکس هایی که از زوایای متفاوتی گرفته شدن اما در این حال مکررن و پیوسته ادامه میشن، میرن به سیاهی، برمیگردیم به عکس ها از زاویه دیگر و این پیکره رو میبینیم، پیکره ای فریادگر اما بی جان. تحلیل خودتون از این سکانس چه هست؟ چطوری میبینیدش؟ یکی از قوی ترین و شاید قوی ترین سکانس فیلمه، یعنی اون لحظه ای هست که مخاطب شاید هم انتظارش رو میکشیده و هم در این حال غافلگیر میشه از پیکر بیجان شاملو که شمایل یک مجسمه یا یک پیکره باستانی رو به خودش گرفته، یعنی فقط ما با پیکر بیجان مواجه نیستیم، پلاستیسیته این این وجوه تجسمی پیکر گویا به سنگ تبدیل شدن، دیگه با گوشت و پوست و استخون ما مواجه نیستیم. از این خیلی نکته جالبیه و میگم خیلی سکانس سنگین و در این حال تاثیرگذاریه. خب خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون آقای اسماعیل پور. گفتگو رو با امید شمس ادامه بدیم. امید شمس پژوهشگر مطالعات فرهنگی هست و همینطور شاعر و در لندن زندگی میکنه. آقای شمس، شما براتون این فیلم از چه منظری اهمیت داشت؟ این فیلم میشه گفت در حال حاضر مهمترین و بهترین اثری است که زندگی احمد شاملو رو به تصویر میکشه. فیلم در واقع جنبه های متفاوت و متکثری از شخصیت احمد شاملو رو در مقابل ما قرار میده و همینطور در واقع با پرسش های دقیقی که گاهن از شاملو میپرسه و پاسخ هایی که میگیره در واقع نوری میافکنه بر بخشی از آنچه که ما درباره شاملو نمیدانستیم یا در واقع بخش سوء تفاهم هایی که راجع به احمد شاملو وجود داره. برای مثال من عرض کنم در واقع اون تصویری که در واقع تصویر عامی که از شاملو وجود داره به مثابه در واقع نماد شعر متعهد یا شعر سیاسی، شاملو به در واقع صراحت این رو رد میکنه. یعنی اون جایی که شاملو خیلی دقیق اشاره میکنه به اینکه من چند شعر بیشتر ننوشتم و بخش عمده ای از کار شاعری من به ناگزیر صرف مبارزه شده و این در واقع اشاره به این میکنه که از نظر او اون بخشی از کار شاعری که صرف مبارزه سیاسی با حاکمان میشه در واقع ناگزیری زیست شاعر یا زیست نویسنده است، به این دلیل که نیازمند این هست که آزادانه بنویسه، آزادانه بیاندیشه و در محیطی آزاد زندگی کنه. از این لحاظ بسیار فیلم با اهمیتی هست. القاب و عناوین زیادی در مورد احمد شاملو به کار گرفته شده در طول این سالها، کتاب‌ها نوشته شده، مقالات نوشته شده و بهش عناوینی دادن مثل مثلا شاعر ملی یا شاعر مردمی یا شاعر آزادی، چیزهایی از این دست که البته خیلی شاملو خودش ارتباطی با اینها برقرار نمی‌کرد، اما فیلم در مورد این صفات و القابی که به احمد شاملو داده میشه چه چیز تازه دیگه ای رو به ما میگه از این فرد؟ فیلم بسیار از این لحاظ اهمیت داره چون برخی از اون در واقع تصاویری که وجود داره، اون باورهایی که وجود داره درباره شاملو رو که شما در این القابی کم اشاره کردین وجود داره رو در واقع تدقیق میکنه و برخیش رو تصحیح میکنه. مهمترینش این هستش که اگر ما احمد شاملو رو یک شاعر مردمی میدونیم، این مردمی بودن او به چی برمیگرده؟ آیا به ساده فهم بودن و همه فهم بودن شعر او برمیگرده؟ آیا منظور ما از شاعر ملی کسی است که در واقع سعی میکنه یک غرور ملی یا یک سری تصاویری رو از تاریخ یک ملتی برجسته بکنه و اونها رو مایه افتخار یا غرور بکنه؟ چنین نیست، در هیچ کدوم از اینها در قبال شاملو صدق نمیکنه. شاملو اولا شاعر بسیار دشوار فهمی است، شاعر پیچیده است. دوما
از لحاظ ادبی با اینکه بسیار شاعر مهمی هست در تاریخ شعر معاصر، اما به لحاظ نظریه پردازی ادبی قابل مقایسه با حتی نیما نیست، یعنی یک نظریه پرداز ادبی نیست. و شعر او هم در قوم شاعرانی داریم که از او بهتر نوشتن، یعنی شعرهای بهتر نوشتن به اذعان خود او، مثل نیما یا اخوان. اما اون چیزی که شاملو رو به ویژه برجسته میکنه به عنوان شاعری مردمی این هست که شاملو تمرکزی ویژه بر مفهوم انسان داره. تصویر انسان ایرانی به عنوان انسانی مغرور، آزادی خواه، سرکش و مبارز که در تمام طول عمرش رنج کشیده و مبارزه کرده و مدام هم شکست خورده در شعر شاملو به طور پیوسته‌ای وجود داره و این اون تصویر، اون جاییست که، اون جایگاهیست که انسان ایرانی اون رو درک میکنه. به واسطه تاریخ سرکوب و رنجی کشیده و تاریخ مبارزه‌ای که داره، انسان ایرانی بیش از هر شاعر دیگه‌ای با این تصویر احساس نزدیکی میکنه و این به نظر من مهمترین ویژگی است که شاملو رو برجسته میکنه، حالا با هر لقبی که ما به او بدهیم. خب بسیار ممنونم، متشکرم از شما امید شمس، پژوهشگر مطالعات فرهنگی در لندن. یکی از عمده ترین کارهایی که از احمد شاملو به جا مونده ترجمه های اوست، ترجمه از زبان فرانسوی گرفته تا آلمانی، اسپانیایی، روسی، ژاپنی، زبانهایی که آقای شاملو اصلا تسلطی هم بهشون نداشت. با این همه ترجمه های او ترجمه های به یاد موندنی شده. او زبان آرکیک و باستانی و زبان عامیانه یا کوچه رو در شعر و داستان هایی که ترجمه می کرد به کار گرفت و روایت خودش رو از این متن ها ارائه میداد. همونطوری هم که توی فیلم میگه، در واقع میگه که هر کسی شلوخفه خودش رو می شلوخفه. او هم همین کارو می کرد. از جمله ترجمه های به یاد موندنی و فراموش نشدنی که از آقای شاملو مونده و ما صداشو بسیار شنیدیم، شعرهای لورکا، شعر اسپانیایی هست. گرچه ترجمه های اون موافقان و مخالفان بسیاری هم داره، اما کم نبودن گمنام هایی که با ترجمه و صدای شاملو در ایران پرآوازه شدن. یکی از اونها مارگوت بیکل بود با آلبوم چیدن سپید دم. اما این ترجمه ها چقدر به متون اصلی نزدیکه؟ شبنم اسماعیلی، دانش آموخته ادبیات تطبیقی در آلمان، در این زمینه پروژه تحقیقی جالبی رو انجام داده. خانم اسماعیلی الان با ما هست. خانم اسماعیلی، چه شد که شما تصمیم گرفتید که برید سراغ این موضوع و چنین تحقیق انجام بدید؟ من وقتی اومدم آلمان و شروع به تحصیل در رشته ادبیات تطبیقی کردم، وقتی که با همکلاسیام، استادام یا آدمایی که باهاشون در تماس بودن به نحوی راجع به مارگوت بیکر صحبت می‌کردن، هیچ کسی هیچ شناختی ازش نداشت و حتی اسمش رو هم نشنیده بود. البته توی پرانتز باید بگم که توی این 10 سالی که در آلمان زندگی می‌کنم هنوز آلمانی رو نمی‌شناسم که اسم ایشون رو شنیده باشه یا جمله‌ای از ایشون خونده باشه. به هر حال این سوال تو ذهن من پررنگ و پررنگتر شد که چطور به واسطه یه ترجمه یه آدمی توی ایران انقدر معروف میشه و انقدر خونده میشه، ولی توی مملکت خودش من هیچ چیزی نمیتونم ازش پیدا بکنم. برای همین به پیشنهاد استاد راهنمام تصمیم گرفتم که به صورت علمی روی این موضوع تحقیق کنم و پایان‌نامه فوق لیسانسم رو در این مورد بنویسم. خانم بیکل اصلا چقدر آدم شناخته شده ای هست در آلمان؟ من وقتی کار روی پایان‌نامه‌مو شروع کردم و جمع‌آوری مطالب، متوجه شدم که هیچ اطلاعاتی از بیکل در فضای مجازی، اینترنت، رفرنس‌های دانشگاهی، کتابخونه، هیچی پیدا نمیتونم بکنم. توی پرانتز بگم که اطلاعات شخصی بیشتری به فارسی توی اینترنت از مارگوت بیکل پیدا میشه تا به زبان آلمانی. تنها سرنخی که داشتم کتابی بود که از استاد راهنما به دستم رسیده بود. با ناشر کتاب تماس گرفتم و بعد از چند ماه مکاتبه در نهایت تونستم با ایشون تلفنی صحبت بکنم و قانعشون بکنم که با هم یه قرار ملاقات چند ساعته ای داشته باشیم و مصاحبه ای بکنم. میتونم بهتون تضمین کنم که ایشون وجود دارن و من دیدمشون. در مورد خانم بیکل اگه بخوام بگم، ایشون تحصیل کرده الهیات هستش، 17 سال در خدمت کلیسای کاتولیک بوده، در کلیسا عاشق مردی میشه و به دلایلی اجازه ازدواج با اون مرد رو نداشته، برای همین مجبور میشه از کلیسا خارج بشه تا حدی که مجبور میشه محل سکونتش رو تغییر بده و در حال حاضر در جنوب آلمان به همراه همسرش زندگی میکنن و مجموعه ای رو اداره میکنن که
ایشون به عنوان تراپیست و در واقع درمانگر برای انسانهایی که بحران روحی دارن یا مشکلات شغلی دارن به عنوان مشاوره کار میکنه. آیا خود خانم بیکل خبر داشت که تو ایران انقدر شهرت پیدا کرده و احمد شاملو شعرهای او رو مشهور کرده؟ اتفاقا سوال خیلی جالبیه. من خودم هم همیشه خیلی بهش فکر میکردم. من 5 سال پیش با خانم بیکل مصاحبه کردم و باید بگم که ایشون تا چند ماه قبلش نمیدونستن که آدم معروفی هستن در ادبیات ایران و در جامعه ایران. چیزی که باید بگم اینه که این بازه زبانی که با در موردش صحبت میکنیم واقعا یه بازه زمانی 20 و چند سال است و تو این چند سال هیچ ایده ای نداشتن خانم بیکه که در واقع آثارشون به زبان فارسی ترجمه شده. ریاکشن خاصی حقیقتش نشون ندادن و تنها جمله که گفتن بودن که خب خوشحالن که کتابشون توی ایران هم خونده شده. و چطور میشه که حالا نوشته های یک نویسنده گمنام در آلمان به دست احمد شاملو میرسه و شاملو باهاش این کار رو میکنه و اون آثار درخشان رو به وجود میاره؟ بله، این دوتا کتاب در واقع دوتا کتاب اول مارگوت بیکل هستن که حدود 40 سال پیش نوشته شده، یعنی به چاپ رسیده و چند سال بعد به صورت کاملا اتفاقی به دست محمد زرینبال میرسه. اون موقع محمد زرینبال در آلمان تحصیل میکرده، با خودش به ایران میبره و از اونجایی که خود ایشون هم دستی به قلم داشتن و در واقع در اهل ترجمه بودن، در انتشاراتی که کار میکردن به صورت اتفاقی انتشاراتی بوده که شاملو درش رفت آمد میکرده، اونجا با احمد شاملو آشنا میشه و این همکاری در واقع از همون انتشاراتی شروع میشه. این در واقع این دو کتاب لغت به لغت توسط محمد زرینبال ترجمه شده و بعد توسط زبان شاعرانه شاملو ویرایش و بازآفرینی میشه. شما کارتون ادبیات تطبیقی هست و مقایسه کردید متن اصلی مارگوت بیکل رو با ترجمه هایی که به وسیله احمد شاملو انجام شده و منتشر شده، حالا هم کتابش و هم صدا. در این بررسی که شما انجام دادید به چه نتیجه رسیدید؟ قبل از اینکه بخوام به موضوع ترجمه و مقایسهش بپردازم، سوالی که همیشه برام جالب بوده در این مورد این بود که چطور یه زن آلمانی از بستر فرهنگی، زبانی و مذهبی متفاوت به واسطه یک روشنفکر شرقی و ترجمه وارد جامعه‌ای با فرهنگ و زبان و مذهب متفاوت میشه و چطور تصویری که ازش ارائه میشه کاملا متفاوت با خود واقعیشه. البته جواب این سوالم تا حدودی پیدا کردم که ما در واقع اشعار بیکل و خود بیکل رو در آینه شاملو و زبان شاعرانه شاملو میبینیم. اگه بخوام مقایسه کنم، مخاطب بیکل در آلمان مخاطب خاص و محدودی هستش که در واقع به طریق یا به واسطه کلیسا با متن‌های خانم بیکل آشنا هستن و یا علاقه من به متون مذهبی هستن. متن‌های خود بیکل بسیار ساده هستن، بسیار قابل درک هستن، ولی پر از استعاره‌ها و تمثیل‌های مذهبی هستن، در صورتی که در واقعا در جامعه ما و برای فارسی زبانان به واسطه زبان شاعرانی شاملو این اشعار کاملا اشعار شاعرانه ای هستند که اگه بخوام مقایسه کنم و بخوام بگم که واژه‌هایی که شاملو و ترکیباتی که استفاده کرده واقعا ردپای شعر خود شاملو رو میشه توی این ترجمه ها پیدا کرد. توی پرانتز بگم که ما همه میدونیم که هم نقدهای بسیاری در مورد ترجمه های شاملو نوشته شده، همین که میدونیم که شاملو طرفدار ترجمه آزاد هستش و توی فیلم هم در این مورد تاکید میکنه که برای من مخاطب فارسی زبان مهمه، نه در واقع زبان مبدأ. چیزی که من توی این ترجمه ها بهش برخورد کردم این بود که بعضی از اشعار بیکل و شاید بهترین اشعار بیکل اتفاقا اینجا کاملا لغت به لغت و یک به یک ترجمه شده. منظورم اینه که کاملا یک واژه فارسی جایگزین واژه آلمانی شده. برای مثال در واقع عنوان کتاب دوم بیکل فلوکن دن تاگ اسمش هست که در واقع از ترجمه یک عبارت لاتین به معنای دم رو غنیمت شمردنه
که اینجا توسط شاملو و زرین بار کاملا لغت به لغت به فارسی برگردونده میشه و ترجمه شده به چیدن سپیددم، که البته به نظر من ترکیب بسیار زیبا و شاعرانه ایه. خب خیلی ممنون و متشکرم از شبنم اسماعیلی برای حضورش در این برنامه. اما برگردیم به شعر و اثرات شاملو. احمد شاملو پس از مرگش هم با آثارش بر خیلی از نویسندگان و شاعران نسل‌های بعدی و جوانترها اثرگذار بوده. هانیه بختیار از نسل جدیدتر شاعران و تحصیل کرده ادبیات فرانسه است. خانم بختیار، احمد شاملو زمانی که درگذشت قاعدتا زمان نوجوانی شما بوده و نسل شما با توجه به محدودیت هایی که وجود داشته علی القاعده باید ارتباط کمتری با شاملو و شعر شاملو می داشته. حالا اینکه فیلم رو چطور دید، براتون چطور بود و ارتباط شما با کسی مثل شاملو با توجه به نسلی که ازش برآمدید چگونه بوده؟ فیلم آقای فداییان بسیار تاثیرگذار بود. زندگی شاعر در تاریکی، انزوا و ریاضت درونی رو به خوبی نشان داده بودند، مخصوصا عکس‌های بعد از مرگ شاملو که بهت‌آور و تأمل برانگیز بود. جالب اینجاست که شناخت من از شاملو از مرگ شاملو شروع میشه. در اون تابستان من تازه دبیرستان رو تموم کرده بودم و در تمام مدت تحصیل من شاگرد مدارس مذهبی تهران بودم که نه تنها توصیه و تشویقی به خواندن این آثار نمیشه، بلکه همیشه یک ممانعت و محافظتی هم از نزدیک شدن به این نویسندگان وجود داره. در خانه هم کتابهای ما همه سیاسی و مذهبی و تاریخی بود و در نتیجه فضایی برای من برای شناختن ادبیات مدرن وجود نداشت و شاملو تنها یک اسم بود و چند شعر معروف. اما دوستان تازه یافته اهل ادبیاتی داشتم که در روز مراسم خاکسپاری راهی مراسم بودند و من خیلی مشتاق بودم با اونها همراه بشم، اما به خاطر سن کم و تقیدات خانواده مادر اجازه نداد و این حسرت همیشه با من موند و یک چرایی شکل گرفت اون زمان که مگر این شاعر چه کرده که حتی مرگش هم جریان ساز و شورانگیز و شورآفرینه. و شما به عنوان کسی از نسل خیلی جدیدتر در حقیقت، از نظرتون اهمیت شاملو بودن در چه چیزی هست؟ یک نکته حرکت و سیر تحول شاملوست. ببینید، شاملو قبل از نیما مجموعه منتشر میکنه که ما نوپردازی در اون نمیبینیم، اما انسان بسته و محدودی نیست. به جستجوی نیما میره، در محضر نیما جهان شعری چه از لحاظ فرم و چه از لحاظ مضمون دگرگون میشه. شاعر نیمایی ممتازی میشه، اما باز هم بسنده نمی کنه و دست از کشف در زبان نمی کشه و به واسطه فریدون رهنما با شاعران مدرن غرب که شعر آزاد می گفتند آشنا میشه و تحت تأثیر اونها وزن قراردادی عروضی رو کنار می گذاره و موسیقی درونی کلام رو بلند می کنه. بعدها می بینیم که دغدغه های اگزیستانسیالیستی در شعر شاملو نمود پیدا می کنه، از شک و ترد تا یأس و ناامیدی تا امید و باور به برخواستن. اینجاست که میگیم شاملو شاعر حرکته، چه در مضمون از شعر تغزلی تا شعر حماسی تا شعر اجتماعی، چه در فرم که به اون اشاره کردیم و چه در استفاده از واژگان. از واژه های باستانی و اسطوره‌ای استفاده میکنه تا واژه های عامیانه کوچه و بازار. نکته دیگه که برای من قابل تأمله ذهن باز شاملوه که اون رو به زبان باز میرسونه. شاملو در مسیر مدرنی حرکت میکنه، اما متون کهن رو به دقت بررسی میکنه، از تورات تا تاریخ بیهقی. انسان دین باوری نیست، اما متون قدیمی مذهبی رو به عنوان آثار مستقل ادبی به خوبی میخونه، حتی تأثیر میگیره. از شاعران قرن چهارم و پنجم تا الوار تأثیرگذار هستند بر شاملو. اصلا موسیقی منحصر به فرد کلامش رو از همین متون کهن میگیره، چنانچه وقتی شما بعضی از اشعار شاملو رو میخونید احساس میکنید که آیه‌های تازه از توراته. و اینجاست که میگیم شاعر از ظرفیت و امکانات زبان به خوبی استفاده کرده. نکته دیگه وجه تعهد
در شعر شاملو. شاملو به هر حال جز شاعران متعهد محسوب میشه. اما چگونه است که اشعار اجتماعی شاملو ماندگار میشن؟ به نظر من به خاطر این است که شاملو هرگز ساحت شعر رو قربانی تبیین مانیفست و یا ایدئولوژی نمیکنه. دغدغه های شاملو دغدغه های انسانگرایانه است که با فرم درستی ترکیب میکنه و شعر شاملوی رو میآفرینه. با اینکه از اتفاقات و حوادث جاری در زمان و مکان خودش تأثیر میگیره، اما به خاطر همین دغدغه های انسانگرایانه و فرم دقیق ورای زمان میسته. و شما میبینید که شاملو با اینکه ادعای بزرگی در کنشگری اجتماعی و سیاسی نداره، اما شاعر جریان سازیه. در آخر میخوام بگم که شاملو هیچ دید تجسدگرایانه و یا انقباضی به شعر و زبان شعر و ادبیات نداره و برای همینه که آخر نداره و انگار که شاعری است که نقطه پایانی در اون نیست، همونطور که در شعرهاش کمترین استفاده رو از نقطه پایان میکنه. و به قول رودن، هنرمند همیشه ناتمام است. خب چه حسن ختام خوبی برای این مجموع گفتگوی ما. بسیار ممنون و متشکرم از شما هانیه بختیار و همینطور از فرج سرکوهی، فرید اسماعیل پور، امید شمس و شبنم اسماعیلی برای حضورشون در این برنامه. به علت محدودیت زمانی امکان پخش همه بخش‌های گفتگوها رو متاسفانه نداریم، اما گفتگوها رو به صورت کامل در یوتیوب بی بی سی فارسی و همینطور صفحه آپارات در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر خواهیم کرد به صورت مجزا. از طریق راه‌های ارتباطیمون که اینجا داره زیرنویس میشه، شما برامون بنویسید درباره این فیلم، خاطراتون از احمد شاملو و همینطور برنامه این هفته. به قول احمد شاملو: جخ امروز از مادر نزادم، عمر جهان بر من گذشته است. به یادار. تا هفته آینده و برنامه دیگه، بدرود و مراقب خودتون باشید.